سرخط خبرها. جبهه ملی آزادگان میگوید اف طالب در ولایت لوگر کشته و زخمی شدند. انفجار مرگبار در اروزگان. باشندگان پنجشیر میگوید طالبان کمک های جهانی را به جنگجویانشان توزیع میکنند. طالبان یک مکتب را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان پست نظامی ساختند. تاکید یونما بر ایجاد دولت همشمول در افغانستان. جلوگیری از بحران بشری در افغانستان هدف اصلی کنفرانس تاشکند هست. و بازجویی یک خبرنگار محلی توسط استخبارات طالبان در فاریاب. سلام و وقت شما بخیر. به این ساعت خبر از کانال خبری زنگوله خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 اسد برابر است با 25 جولای 2022 میلادی. مشروع خبرها. جبهه ملی آزادگان میگوید 7 طالب در ولایت لوگر کشته و زخمی شدند. بر اساس خبرنامه نیروهای ویژه عملیاتی جبهه ملی آزادگان، کمربند خروجی لوگر در جاده لوگر کابل را هدف قرار دادند. جبهه ملی آزادگان اعلام کرده که در نتیجه یک حمله غافلگیرانه نیروهای این جبهه 7 جنگجوی طالب در ولایت لوگر کشته و زخمی شدند. در خبرنامه کسوی جبهه ملی آزادگان نشر شده آمده است که این حمله شب گذشته یک شنبه 2 اسد بر یک کمربند امنیتی طالبان در مسیر لوگر کابل انجام شده است. بر اساس خبرنامه نیروهای ویژه عملیاتی جبهه ملی آزادگان، کمربند خروجی لوگر در جاده لوگر کابل را هدف قرار داده که در نتیجه 2 طالب کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. اما طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انفجار مرگبار ماین در اروزگان. مسئولان محلی طالبان در اروزگان میگویند که در پی انفجار گلوله هاوان و جامانده از جنگ در ولسوالی خاص این ولایت 2 نفر کشته شدند. آقا ولی قریشی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در اروزگان گفت که این انفجار دیروز یکشنبه 2 اسد در منطقه شیشپر اروزگان خاص رخ داده است. با گفته او در این انفجار 2 نفر کشته شدند. قریشی جزئیات بیشتر درباره قربانیان نداده است. ماین‌ها و مواد انفجاری به جا مانده از جنگ همواره از شهروندان افغانستان به ویژه در ولایت‌های جنوبی هلمند و قندهار قربانی گرفته است. به دلیل چند دهه جنگ بخشی از خاک افغانستان ملوث به ماین و مواد انفجاری است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که نزدیک به 606 کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است. باشندگان پنجشیر میگوید طالبان کمک های جهانی را به جنگجویانشان توزیع میکنند. منابع محلی در پنجشیر میگویند که برخی از مقام های طالبان کمک های بشر دوستانه به باشندگان این ولایت را به جنگجویانشان توزیع میکنند. منابع روز دوشنبه 3 اسد در صحبت با روزنامه 8 صبح ولسوال طالبان در اونابه پنجشیر را متهم به فساد در این خصوص میکند. به گفته آنان روز گذشته یک نهاد امدادرسان خارجی و بیش از 100 خانواده نیازمند در ولسوالی اونابه کمک توزیع کرد که با دخالت ولسوال بخشی از کمک ها به نیازمندان نرسید. منابع تصریح میکند که ولسوال اونابه بیش از 20 بسته کمکی را با زور اسلحه به محافظانش توزیع کرد. بیش از این نیز گزارش هایی از وجود فساد در روند توزیع کمک های بشردوستانه در شماری از مناطق پنجشیر به نشر رسیده است. طالبان یک مکتب را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان پست نظامی ساختند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که یک مکتب در روستای سنگ سوراخ ولسوالی دوشی ولایت بغلان تبدیل به پست نظامی طالبان شده است. منابع روز یکشنبه 2 اسد در صحبت با روزنامه 8 صبح افزودند که مکتب روستای سنگ سوراخ یک مکتب ابتدایی بود و دانش آموزان از صنف اول الی صنف ششم در آن آموزش میدیدند. پس از تسلط گروهی طالبان در کشور این مکتب تبدیل به پست نظامی آنان شده است. منابع علاوه می کند که اکنون دانش آموزان به خاطر فراگیری علم و دانش مجبور هستند با پرداخت هزینه 60 افغانی روزانه به خاطر کرایه رفت و آمد به مکتب روستای همجوار بروند. بیش از این گروهی طالبان به صراحت اعلام کرده بودند که تمرکزشان بیشتر روی گسترش مدارس دینی است و مکتب برایشان اهمیتی ندارد.
تأکید یونما بر ایجاد دولت همه شمول در افغانستان، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر ایجاد دولت همه شمول و فراگیر در کشور تأکید کرده است. یونما روز دوشنبه 3 اسد در توییتی گفته است که مارکوس پودزل، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی زنان و کمیسیون مشورتی مردمی در ولایت بامیان بر تشکیل دولت فراگیر تأکید کرده است. مارکوس پودزل پس از گزینش به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، دوری از سفرهای ولایتیش را آغاز کرده است. پودزل تا حالا از ولایت‌های ننگرهار، خوست و بامیان دیدار کرده است. جلوگیری از بحران بشری در افغانستان هدف اصلی جلسه تاشکند هست. مقامات ازبکستانی میگوید که هدف اصلی نشست تاشکند هماهنگ اقدامات بین المللی به منظور جلوگیری از فاجعه بشری روان در افغانستان می باشد. کنفرانس بین المللی ارزیابی وضعیت در افغانستان فردا دوشنبه 3 اسد در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز می شود. به گفته منبع در این کنفرانس دو روزه هیئت اداری سرپرست طالبان و نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی اشتراک خواهند داشت. جولان و هابوف سفیر ازبکستان در واشنگتن گفت که تامیس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز در این کنفرانس حضور خواهد داشت. آقای وهابوف گفت که در این کنفرانس در مورد فراهم آوری کمک‌های عاجل و مؤثر برای مردم نیازمند در افغانستان گفتگو خواهد شد. و گفته این دیپلمات ازبکستانی هدف دیگر از کنفرانس تاشکند ایجاد دیالوگ مؤثر و توافق نظری جامعه بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم بین المللی است. حکومت طالبان گفته است که هیئت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز وارد تاشکند شد. هفته گذشته سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در مسکو به خبرنگاران گفت که آمادگی ها برای تدویر این کنفرانس نهایی شده و قرار است در آن علاوه بر افغانستان پیرامون مسائل دیگر مرتبط به منطقه نیز بحث شود. تا کنون آجندای کامل این کنفرانس روشن نیست. تحلیلگران این کنفرانس را فرصت خوب برای ارزیابی کارکرد حکومت طالبان در یک سال گذشته و موقف جامعه بین المللی در برابر آن می داند. بازجویی یک خبرنگار محلی توسط استخبارات طالبان در فاریاب. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که یک خبرنگار محلی توسط استخبارات طالبان در ولایت فاریاب بازجویی شده است. این مرکز در توییتی نوشته است که علاءالدین ایرکین، خبرنگار سلام وطندار، ساعت 10:30 صبح امروز دوشنبه 3 اسد از سوی استخبارات طالبان در شهر میمنه مرکز فاریاب بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع محلی نوشته است که از ایرکین به خاطر چگونگی کار رسانه‌ایش تحقیق شده و او بعد از حدود 1.5 ساعت آزاد شده است. پس از تسلط طالبان، خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجه شده است. در گزارش جدید سازمان ملل درباره حقوق بشر آمده است که 173 مورد نقض حقوق بشر روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ها نیز ثبت شده که 163 مورد از آنها به طالبان نسبت داده شده است. از این میان 122 مورد بازداشت خودسرانه، 58 مورد بدرفتاری، 33 مورد تهدید و ارعاب و 12 مورد بازداشت بدون ارتباط بوده است. این بود خبر. تا خبر دیگر، بدرود.